انبوهی از زائران و عزاداران و محبان اهل بیت علیهم السلام از سراسر دنیا برای گرامی داشت ساروز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام پیاده و سواره در حال رساندن خود به شهر کاظمین هستند. با هم گزارش فاطمه موسوی را ببینیم. مشایی کاظمین دومین مشایی بزرگ پس از مشایی اربعین می باشد که مدتی است آغاز شده و زائران و عاشقان اهل بیت علیهم السلام در مسیر حرم کاظمین هستند. از یک ماه پیش کاروانهای عظیم زائران با پای پیاده از نقاط مختلف عراق از جنوب عراق به سمت بغداد حرکت نمودند تا سال روز شهادت جانگداز حضرت موسی بن جعفر را گرامی بدارند. کاروان‌های عراقی که شامل اجتماع عظیم انسانی از محبان اهل بیت علیهم السلام از استان‌های جنوبی عراق می‌باشند، همچنین به منظور گرامی‌داشت زیارت مبارکه رجبیه در قالب این کاروان‌ها مشایی خود را آغاز کردند. حرکت کاروان‌هایی که با پای پیاده از استان‌های بصره، زیقار، میسان به سمت شهر مقدس کاظمین برای رسیدن به حرم مطهر امام کاظم و امام جواد سلام الله علیهما به منظور بزرگداشت سالروز شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام حرکت می‌کنند، حدود 5 هفته به طول می‌انجامد. خیلی عظیمی از زائران و پیروان اهل بیت علیهم السلام تحت عنوان کاروانهای ولا و نصرت به سمت پایتخت عراق بغداد برای گرامی داشت شهادت هفتمین امام اهل بیت علیهم السلام حرکت کردند. مشایی و حرکت کاروانهایی از نجف، کربلا، سامرا و دیگر شهرهای عراق نیز به سمت کاظمین آغاز گردیده است. زائران یاد شده برای عرض تسلیت و همدردی به مناسبت سالگرد زایعه عظیم شهادت امام کاظم علیه السلام با پای پیاده خود را به بارگاه ملکوتی باب الحوائج امام موسی کاظم علیه السلام می رسند. این زائران شامل جمعیت بیشماری از گروه های مختلفی از جوانان، کودکان، سالمندان به همراه زنان و اعضای خانواده در مسیر مرقد مطهر آن امام مظلوم و مسموم در حرکتند. بسیاری از موکب‌های متبرکه حسینی، قرفه‌ها و خیمه‌های خود را برای پذیرایی از زائران در مسیرهایی که به سمت کاظمین در حال حرکت می‌باشند برپا کردند تا خدمات لازم را به عاشقان اهل بیت ارائه نمایند. مشایی شهادت امام کاظم علیه السلام به عنوان دومین مشایی پس از مشایی اربعین شناخته می‌شود، چرا که این اجتماع عظیم انسانی شاهد حضور میلیون ها نفر از عاشقان و وفاداران خاندان پاک اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین شامل خانواده ها و عشایر گوناگون و همچنین از مشاغل و بخش های مختلف جامعه اصیل عراق است. لازم به ذکر است که شیعیان و موالیان حضرت امام موسی کاظم علیه السلام در سراسر جهان همه ساله در 25 رجب سال روز شهادت جانسوز آن حضرت را گرامی می دارند و برای آن اسیر عزلت نشین سیاه چالهای ظالمان و اسیر در زندانهای طولانی مدت و طاقت فرسای دشمنان اهل بیت رخت ماتم و عزا برتن می کنند. گفتنی است که پخش زنده مشایی زائران و عزاداران به سمت شهر مقدس کاظمین به مناسبت ایام شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام از روز جمعه 21 رجب از مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام آغاز شده است. بنابر گزارش دفتر طرح و برنامه این مجموعه رسانه‌ای، پخش زنده مشایی کاظمین از 6 شبکه وابسته به این مجموعه رسانه‌ای و به 5 زبان زنده دنیا تا سال روز شهادت امام کاظم علیه السلام ادامه خواهد داشت. فاطمه سادات موسوی، اخبار شیعه.